سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به یک ویدیو نو امروز که بعد از بسیار دیر خواستم براتون یک ویدیو جور کنم، چون دمی چند وقت پیش بسیار دوستا از من ریکوست کرده بود که میره لطفا اگه جور کنی و من بسیار مریض هم هستم، باید امروز ریزش کردیم، اگه یکان سلفه میکنم ببخشید نگه. و این ویدیو ما رو براتون نشان میتیم که شما چه رقم وبسایت جور کنی و چه رقم وبسایتتون در اینترنت پرتین تا که تمام دوستایتون در سر تا سر دنیا که است دیده بتانه. از این خاطر اولین چیز ما یک فایلک جور کردیم که HTML است، empty هیچ چیز نداره، فقط head است و body، دیگه چیز نداره. از این خاطر برازی در بودیش یک کمک یکان چیزکا اضافه میکنیم، چون امی را میخواییم در سیستم پرده سرمی ترای کنیم. مثلا this is my first website و اما تزود کردم یک دونم پاراگراف برازی جور میکنیم و ایرام this is my very own website. مهم نیست هر چی که بانین و ای چی شد؟ ای خود جور شد. اینال ایره کمک استایل هم میکنیم، چون اگه ایره سیف کنیم کنترول اس در کیبورد همیشه سیف میکنه. ببینی اندکس نام شماندیم و اینجا است. حالا برتون ایره در چند دقیقه بود برتون میگم که چرا من نامش اندکس دا HTML ماندیم، که در قبلا هم از من دوستا سوال کرده بود و در می ویدیو برتون میگم که چرا. بعد از او میایم کمک استایل و دمی خود می فایلی رو استایل میکنیم ده هید. البته در درس قبلی ایرون برتون درس داده بودم که ده هید که استایل میکنیم و شما استایل تگ ضرورت داریم به این شکل و در اینجا که استایل میکنیم ایرون میگن به نام انترنال استایلینگ و سلیکت میکنیم بسته بودی ما را، چون ما میخواییم بسته بودی رنگش تغییر، بازو کالی برکش رو ختم و برای بودی فقط بگراند کلرش میخواییم یک رنگ باشه، مثلا این رنگ مهم نیست چرا. و همچنان چی میکنیم؟ سلیک میکنیم H1 ما را. اگر میخواستین که H1 تان و پاراگراف تان عین استایلینگ کنی، شما میتونی که هر دوش یک جایی سلیکت کنی به عوض از اینکه جدا جدا استایلش کنی. مثلا H1 سلیکت کردین، کاما بزن، بس P پاراگراف هم به این شکل. هر دوش فقط میخواییم که تکستشون در وسط بره، یعنی تکست الاین سنتر دات سال دیگه از این اضافه کار نداریم. و حالا که رو ما ریفرش کنیم ببینید که بکگراند هم تغییر کرد، تکس اردوی از اون در وسط صفحه اومد. حال دوستان ما برتون پینت اوپن میکنم که ما در این برتون یک چند چیز را میخواییم تشریح کنم. وقتی که وبسایت جور میکنیم باید از موشمو چند چیزی که ضرورت داریم اینجا براتون میگم. اولین چیزی که ضرورت داریم، ببخشین مطلب من بود اینی و خط نادیده بگیرین، اولین چیزی که ضرورت داریم او از دومین نیم. دومین نیم چی است؟ دومین نیم مثلا گوگل اسای کنی، دومین نیمش است www.google.com و دومین نیم اون که است که من خبرتون شارکت معلومات بتم در تمام دنیا 13 دانه کمپانی هاستینگ است که 10 دانه از تنها در امریکا است و اینا دومین نیم ها را کلش کنترول شه هم یاد داره و این تو مثلا بسیار یک کمپانی کلان بزرگ است به این شکل و در بین از اینا فقط فول آف استوریج هاست که در این کلش دومین نیم ها در این کنکت است همیشه و این آلویز همی باکس ها در اینترنت کنکت است. و فرض کنی خانه شما اینجا است و در بینش کمپیوتر اکتون است، اینجا کمپیوتر تون است استفاده میکنی و فایل های تون هم کلش دمی کمپیوتر. دینی وسط اینجا یک کمپانی دیگه است ایره به نام هاستینگ میگه. هاستینگ هم مثل دومین واری استوریج است، فول آف استوریج است اینا و ایرون باید از بخریم. ایره چی میکنیم؟ و فرض کنید دیگه دوستایتون اینجاست، کمپیوترهایشون است یا میخواه فایل های شما را ببینه یا چه رقم باید ببینه و اینجا یک باکس دیگه هم جور میکنیم. ایرم فرض کنید نام ازی است انترنت، ای دنیای انترنت است و ای دوستایتون کلگیش کلگی آف کورس دیگه در ای زمانه در انترنت کنکت است به ای شکل. ببینه تو باش کنم یک خط بیارم این قلم ها. ساری کنم در ای قمزیم نیست که مقصد مقصد که پوینت قلم ها مقصد نازک است که بیخی ما
معلوم نمیشه کلانش کدامش. ده 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 خب مهم نیست. نیو سایتینگ نیست. خب سعی کنید کلگی ده انترنت کنکت هست یا هم ده انترنت کنکت هست دومین نیم هم یه هاستینگ هم کلگی ده انترنت هست. اوکی و اینی کمپیوترک ماست و بای دوی دومین نیم کلی چیزا ده انترنت هستی. وقتی که هاستینگ میخرین اینا بر شما استوریج میده و این کمپیوتر شماست از امی هر فایل تانه مثلا امی index.com index.html که جور کردیم ای باید از دی فایل های از دی باکس های از یا برد استوریجشان چون ای استوریج ها always showers در کمپیوتر کنکت است. وقتی که دوستایتان ای دومین نیم شما را که میزنه دومین نیم میره در انترنت پس میره دی هاستینگ کمپانی تان در استوریج تان امو فایل اندکس تان اوپن میکنه پس میبره برای فرند تان در کمپیوترش دیسپلی میکنه. دوستا خدا کنم که شارتکت گفتم فامیده باشین و حالا ای را عملی نشان میدیم که چه قسم. ببینی هاستینگ کمپانی ها اضافه از میلیون ها دوست اضافه هر مملکت از خود داره میتونی بخری. بسیاریش فری براتون میته ولی فری که میته براتون دومین نیم فری نمیته سب دومین میته. سب دومین چی است؟ وقتی که شما دومین نیم خودتون خریدین مثلا ما خریدیم از من nurjan.co.uk است سب دومینم میتونه هر چیز باشه مثلا nurjan.co.uk داخلش یک سلش میزنی مثلا یک نام دیگه یعنی کمپانی به نام تو نیست کمپانی اما وبسایت به نام از دیگاست تو داخلش تنها نامت اضافه میتونی یا در اولش به این شکل تو را میتونی از خاطر او دیگه پروفیشنال نیست. اگر او کارو میخوای کنین شما در گوگل میتونی بزنی فری هاستینگ یا فری دومین یا فری سب دومین میایه و فالو کنی. ولی ما در این ویدیو امی دومین را که از این کمپانی ما خریدیم نامش هست one.com. بسیار آسان ببینید در گوگل که بزنین one.com میایه. و ما اینی پکیج چه خریدیم سال اول بر ما 10 پوند تمام شد بعد سال اول دیگه فقط سال 30 پوند کمتر است یعنی بین 25 و 30 پوند اونا هر قدر که بخواین دارین و اینا برای شما 25 جی بی استوریج میده که بسیار زیاده یه وقت استفاده نمیشه و اینا هم تو رم سی پی یو یام داره که اینا اگر مثلا وبسایت هایتون ویدیو نداشته باشه بسیار زود اوپن میشه وبسایتتون. شما سینگل وبسایت میتونید داشته باشین ولی unlimited domain name دیگه دیتابیس تونم سینگل است چیزا و مهمترینش است اینی دوتا بر شما unlimited bandwidth میته یعنی هر قدر دوستایتون که وبسایت تون اوپن کرده برا و دیده برا unlimited است میتونن و همچنان unlimited email address براتون میده یعنی چقدر ایمیل جور کنین به نام وبسایت خودتون مثلا نامت است عبدالله میزنی عبدالله.com و ایمیل چه رقم باز میباشه مثلا در پیش روش یک نامه که دیگه میمونی بسیاری میمونه info@abdullah.com info@abdullah.com اونمو ایمیل آدرس میباشه تو unlimited امتو ایمیل جور کده میتونی. دیگه این دو چیزش مهمه و ما لینک زیره در پایین ویدیو براتون شیر میکنم در دسکریپشن و سر از اون لینک اگه شما کلک کنی ای برای شما 5 پوند دیسکاونت میده در سال اول یعنی سال اول شما پی میکنین 4 پوند و 80 پنس که بسیار کمه بعد از اون فقط بین 25 30 پوند تا هر قدر سالایی که بخواین داشته باشین ای را جور میکنین و وقتی که شما میخواین بخری ای براتون میگه اینجا مثلا میگه دومین نیم تا چوز کنید کدام دومین نیم میخوای بخرین مثلا من برش میزنم مزار رستورانت ببینیم که ای را کس دیگه نگرفته باشه سرچش میکنیم ببینیم که ای برتان میکشه سیکو نوشته کده مزار رستورانت دوت کو دوت یوکی سال اول مفت بعد از او 11.99 در هر سال این همه تا دیگهش مزار رستورانت دوت کام کلگیش برتان گفته و ای طرف دیگه هم اگه ببینی اینجا دومین نیمشه گفته باشت کمون چی شد اینجا هاستینگ یک سال مکمل مفت است بعد از یک سالش 2.89 یوروز یعنی امی کلش اضافه کمتر امی کلگیش بین 30 پوند زیاد نمیشه بعد از یک سال ولی در سال اول فقط 4.80 پنس اگه سر لینک ما شما در پایین از این ویدیو کلک کنی حالا
که به خاطر اضافه تایم نگیره میایم ما اولریدی چون خریدیم وبسایت ما از طریق امیاس ما میایم چی میکنیم سوری که مثلا چیز غلط کلیک کردم ما میره در بوک مارک خود انداختیم و اینجا میایم لاگن میکنیم سیف وقتی که خریدین کل چیزا رو بر شما یوزر نیم پاسورد میده و لاگن که میکنی تنها ای هاستینگ کمپانی نی امی چیز هاستینگ هایی که در روی دنیاست بر شما آلموست اینمات یک دشبورد میده که اینمی چیزا رو کلش داره کلش داره یعنی بعد از این ویدیو های مهم نیست که شما تنها در one.com بخرید در هر وبسایتی که بخرید بر شما اینمی انترفیس یا اینمی دشبورد داره که بسیاری وردپرس هم میخوای استفاده کنه سرش کلک میکنی استال میشه در سیستمت بازه وبسایت جور میکنی در این ویدیو ما او رو کور نمیکنیم ما میایم دایرکت دینی بخش فایل منیجر فایل منیجر خانه ماست استوریج ماست ببینیم ما چقدر چیزایی جا انداختیم شما روز اول که اوپن میکنی اینجا امتیز هیچ چیز ندارین ببینی از ما اقا فایل هاست به خاطر تستینگ ما ما اینجا یک فولدر جور کردیم اول رو دلیت میکنم به خاطر که دوباره میخوایم جورش کنم که ایر شما ایش فقط نادیده بگیرین چون ما ایره دلیت چطور حالی چون من اینجا زیاد فایل ها دارم نمیخوایم که وبسایت اصلیم خرابی کنه ما و شما اگه سب دومین هم جور میکنی امی شکل جور میشه ما اول یک فولدر نو جور میکنم فولدر چه رقم اینجا که اپلود است اگه در پولیش یک تیرک از طرف پایین ایره که بزنین چند آپشن میتیتون ما این اولیش کار داریم نیو فولدر فولدر ما رو نام میدیم مثلا ما نامش رو میمونم تست هر نام که بخواین تست است اوپنش میکنیم ببینید که اینجا امتیز شما روز اول هم که میخرین امی فایل منیجرتون استوریجتون این امیجا امتیز و این امی استوریج است که برای ما شما 25 جی بی داده یعنی 25 جی بی بسیار زیاد است دلیل پر نمیشه غیر از یک ویدیو های زیاد داشته باشین که باز اگر داشتین ویدیو های زیاد باز دیگه آپشن چه بگیری که امیرو من لمیتد برتون میده ولی او قیمت تر از دست حال آله میاییم پس در کمپیوتر خود اینجا داریم اندکس فایل که جور کردیم نه سرش اوپن کنیم ببینی ایست ایره میخواییم در انترنت برم از او خاطر میاییم سر اپلود هم دفعه میزهیم اپلود و میاییم در دسکتاپ در کجایی که سیف کردی فایل تانه اینی هم اندکس هست سرش کلک و اوپن میاییم ببینی که آمد دیجا اوپن شد وقتی که اوپن میشه دایرکتلی بر شما لینک شما میته که این سر ازی لینک کلک کنی امی اوپن میشه ولی اگر لینک شما نمیخواین چرا رقم سب دومین اوپن میکنی این فرض کنید کامپیوتر گوگل اوپن که دینی بالای صفحه وبسایت اصلی تون است مثلا از ما از www.nurjan.co.uk چون بعد از این ما او دیگر فولدر نو جور کنیم به نام تست یک سلاش میزه و نام فولدر ما تست و اوپن و این بکنم در خود تست غلط زدیم تست داخلش یک تی داره ببینی گیره اوپن و این شکل شما او رو میتونی اکسس کنی آله امیجا ما یک کار میکنیم که براتون گفتیم در شروع ویدیو که اگر می فایل ما نامش اندکس نباشه چی؟ چرا اندکس میمونیم؟ سعی کنیم مثلا ما اینجا برای اول در سایت خود بیم چقدر فایل ها دارم اینجا وقتی که اون نفر اوپن میکنه اگر اولین چیز را که سرور میپاله در این فایل هایت اندکس میپاله و اندکس اولین بار اوپن میکنه امو اندکس است اندکس میتونه .html باشه .php باشه دیپنس که کدوم نوع فایل را شما استفاده میکنین اول این مثلا سگ میچ فایل یا رو اوپن نمیکنه دایرکت به جان اندکس میره اول که ری امتحان کنیم میایم پس دمی تست فایل ما اینجا اینمی اندکس ما میخوایم رینیم کنم تو باش که میتونم میری رینیم کنه یا نه سوال که از اوجا رینیم نتونستم ایرا که رینیم کنین ایرا خلاصا اوپن نمیکنه لاغات انگلیش آه اینا ایدیت اینجا ساری سرزی و اینجا نام فایل ما را اینی اندکس باید توسو کنیم که ای آپشن نبود خو خلاصا مطلبی هست اگر میر نامش یک چیز دیگه بانین بازی دایرکت اون فایل رو اوپن میکنه از او خاطر من میره بیخی دیلیت میکنم
اوکی که زیاد وقت نگیره. این پس که دیلیت میکنی اینجا امی فایل مو رفت بازم امتیز و اینجا میاییم مزدود کده امی وقتی که اندکس مون خراب نشه امی سفر کپی میکنیم به این شکل کپی و ما یک فولدر دیگه جور میکنم زود نیو و اینجا هم سیو از در خود دسکتاپی هم باشه و این نامش مثلا میمونیم تست یا هر نام که خوش دارین تست مگم اینی دات HTML ضروری است که رو باید بانی و صفحه مو سیف و ما این کود دی پیست کردم این هم سیف ببینیم در کمپیوتر مو که اوپنش کنیم اه تست هست اینا امو این پیج آل پس میم امیر در ایجا اپلود میکنیم امی فایل دوما در دسکتاپ مو به نام تست اینا ای شد اپلود آل ببینی که پس ما اینجا بیایم اوپنش کنیم وبسایتم بود www.nurjan.co.uk/test/test اوپن تو باشت که تست غلط داریم چرا خواهم اینجا بینیم اوپن نکد خواه سابر nurjan.co.uk/test ای باید اده اقل همون چیش اوپن میکرد که همون روم نکد اده اقل همون خود فایل باید اوپن میکرد تو باشت کنیم خو ای سلاش تست تست دو دفعه است ببینی اینجا چرا دو دفعه است بخاطر که نام فولدر مون تست است و نام فایل مون تست دات HTML است ولی تو این قسمت هم اینجا ای باید است اوپن کنه تو باشت که ما یک ترای دگام کنیم کنم چیز مستیک کردیم اینجا که متاسفانه نمی کنه اوپن امیر باش کپی میکنیم اینی دات HTML شو که پاک کنیم و این نگاه باز خب تا این قیشه که پاک کنیم این رو پایت ساله ببینی خلاصه پوینت می است که امی اگه اندکس نباشه یعنی ببینی اوپن نمیکنه اگه اوپن هم کنه تانا اینجا عکس فایل ها که اوپن میکنه که سرش کلیک کنیم بزرگ اصل فایل اوپن میشه ولی اگه امیر پس اندکس بسازیم اینه می تسته که بزنی تانا اوپن میشه یعنی اصل پوینتی بود که می سرور دایرکتلی میره چی رو پیدا میکنه؟ اندکس ها و اولین چیز رو که اوپن میکنه اندکس هست حالا پس دوباره ما اندکس رو دانلود کنیم و می تست کار میتن که این دانلود شد این بار اگه رو ترای کنیم دا کود رو یوکی سلاش تست این رو ببینید که حالا اوپن میکنه دوستو یکی بود خب یک چند چیزه که دیگه مهم است که ایران برتون میخواهیم که بگویم که چون داینده استک نمانین پس میگیم در کود ما خب فرض کنید اینجا ما یک پاراگراف دیگه باز میکنیم یکی دیگه جو یا این شکل دیگه هم جور ندامی خود از امی دامی خود این پاراگراف سپیس میزنیم فرض کو اینجا ما یک سمبول میمونم سمبول بسیار زیاد است مثلا پاوند است مثلا این سمبول مثلا میزنیم علامت پاوند باز قیمت چه میمونیم 2.99 خوکی رو چرا پاینت ما چی هست این سمبول که اوپن کنیم در ویب سایت ما که در کمپیوتر هست یعنی در اینجا اوکی است ببینیم تو باشت که رو ما در تست جور کردیم تست رو باید دیلیت کنیم پس در این باکس این تست هست ما دینی جور کردیم دینی جا باید جورش کنیم در این باکس اندکس اینجا مثلا پس میزنیم علامت پاوند و 2.99 و آله ای را که اوپن کنیم ببینید 2.99 سه ای خانده میشه پراپر کنیم چیز اضافه نشده پیش روش آل اگه ای را دستر ور اپلود کنیم ببینید چی میشه ای ببینید فایل سابقه ماست آل خود نه وقت تغییرات دادیم چرا که میره اپدیت کنیم باز میریم سر اپلود باز هم میریم پس همون اندکس ما را سلکت میکنیم ای بر ما میگه میگیره داری فایل اینجا تیار چی میخوایی کنیم؟ میخوایی که نامش تغییر بتیم برد
یا میخوای در سرش بر تعمیر کپی کنیم می این چیزا، یا که بخی میخوای هیچ کدومش نکنی یا کنسل. ما شما چی میگیم؟ میگیم در سرش کپیش کن، اوورراید، یعنی هم فایل ماست ولی اپدیت شد. آل اوپن میکنیم، ببینید پیش روی پاند ما این تو یک شکل ای در سرش میاد علامه که دیده آمد. این خرابی میکنه، زیاد چیزای ما هست که اگر اینا متو دیجا شیر کنیم این باعث خرابی میشه. مثلا یک چند چیز دیگر رو براتون ترای کنم، ویر چه رقم جور میکنیم. خب ما یک کود است که براتون زیاد مردم تاله امی پوینت امو کود نمیفهمه. ما براتون میخوایم بگیم که می کود دقیقا چی کار میکنه. خب از خاطر پس میم نیم فایل ما اینجا در این پولی پاوند ما یک چیز دیگر رو اضافه میکنم، مثلا don't که در وسطش اینجا یک دونه از یک علامه که دیگر دار کامگه. حالا بیاییم ای بازم در کمپیوتر ما در خود چی موقع هست پروپر پلی میکنه سایکو بدون کدوم خرابی. ولی ایران میایم در وبسایت دیجا که اپلود کنیم دوباره، بازم اپلود میزنیم به این شکل همیشه اپدیت هم همتو میکنین و چی هست اندکس و بعد از چی رو میزنیم اوورراید. اگر اوتو رینیم بزنیم دیگه اندکس واز میشه یک نام دیگه میتش، این کار نکنیم همیشه اوورراید. ببینید آلی رو اوپن کنیم ببینید سایکو ببینید که چی شد. ای ای او دیگه ایش دسپلی نکرد، سبر تو که او چرا دسپلی نکرد. خب امی دونتا ما ایجا کت میکنم میایم این دی هچوان مندازم که صحیح معلوم شده سیف و ای رسفه ما رو دوباره پس چرا خم میکردیم اپدیت آف کورس اپلود اندکس سیلکت و اوورراید و آل ببینیم شده که دونتا چی ساخت. ببینید از این خاطر یک کود از ده هدتان اگه این کود پرتین دیگه امی مشکل نمه دینی جا این بعد از هد همیشه این کود پرتین و این کود چی هست؟ ما اینجا سیوش کردیم ببینی اینی یک دانه متودیت هست کتش میکنیم و این همیشه این نمی رقم هست. خب این دیگه تغییرات نیی ببینی متا بعد از او کرسد UTF منفی 8 این میگه که میزنیم ای تمام سمبولا را بر سرور نمیمانه که کتش پلی کنه خرابی دیسپلی کنه. پروپرلی سرور را میگه که یارا کل صحیح دیسپلی کن. ای بسیار مهمه دوستای ایمار بسیار وقت ما گرفت که فایند اوت کردم که اینمی چی است و ای اینمی کوده که می کار میکنه. این حالی را انداختیم ای را بیم بازم دوباره سیف اپلود کنیم اندکس و یام اوورراید و باید دوید خود از یوم میتونید تیار کود کنید. ببینید سر اندکس که کلک کنین کلک اه ده ایجام این کود ما رو دیده میتونید. ببینید حالا میتا ده ای آمد سهیست حالا به ای را اوپن میکنیم ببینیم که صحیح شد یا نه. ببینید دونت هم صحیح پلی کرد پاوند هم صحیح پلی کرد. دوستای ویدیو نمکه دیگه اگر میخواین که صحیح وبسایت جور کنید با تمام استایلینگ همه چیزایش شما میتونین که ویدیوهای ما رو تعقیب کنیم. ما ویدیوهای HTML, CSS و JavaScript درس دادیم قبلا. البته اون ویدیو نیمم نشده و به زودترین فرصت ما اون درس ها رو باز دوباره شروع میکنیم که خلاصش کنیم. ولی برای فیلنتون اگر بخوای که صحیح وبسایت جور کنی اما قدر کافی است. مثلا من یک وبسایت چند روز پیش جور کردم به نام London Business. اگر میخوای که وبسایت های جور کنی مثلا پراپر مثل از اینا اینمی درس ها رو ما کلش دمو کور کردیم از امو درس ها شما میتونی که اینمت یک چیز جور کنیم. مثلا اگر ای خرد بسازی با موبایل هم ای شکل دسپلی میکنه و ای تمام وبسایت ها رو شما از امی درس های ما اینمی وبسایت ها رو جور کرده میتونیم. دیگه دوستا خدا کنه ویدیو خوشتان آماده باشه. اگر خوشتان آماده یک لایک هم برای ویدیو ما بتین و شیر کنی امرای دوستایتان و تشکر از دیدن ویدیو که دیدین. تشکر. خداحافظ.